أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و اومن به ولا اکفرو و اعادی من یکفرو و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و النور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وظل ضلالا بعيدا. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در میعادگاه عاشقان و مراسم نماز جمعه شاکر و سپاسگزارم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. زندگی ما لحظه به لحظه با انواع و انهاق خطر و آسیب و مشکلات مواجه و روبرو است. تنها عاملی که ما انسانها را میتواند از همه مشکلات حراست کند و حمایت کند و به سرمنزل مقصود برساند به فرموده قرآن تقوا است. موظفیم همدیگر را به این راه نجات و این راه سعادت آشنا کنیم. خداوند می‌فرماید تقوا را حفظ کنید. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. انسان‌های مؤمن و باورمند اگر تقوا پیشه کنید خداوند به شما قدرت تشخیص حق از باطل عنایت می‌کند و یکفر عنکم سیئاتکم، همه خطاها و مشکلاتتان آمرزیده می شود و جبران می شود و یغفر لکم، زمینه آمرزشتان فراهم می شود. امید است هممان به این مسئله توجه جدی داشته باشیم. دو هفته توفیق حضور در مراسم نماز جمعه را نداشتم. از عزیزانی که این برنامه را مدیریت کردن و از شما عزیزانی که مثل همیشه در این سنگر حضور پیدا کردین هم تشکر میکنم و هم از خداوند عزت و سربلندی همه عزیزان را طالبم. در این هفته که توفیق مجدد نصیبم شد مناسبت های فراوانی است. خطبه دوم مثل همیشه مسائل روز و مناسبت‌های مهم
و مؤثر در بیداری و هوشیاری جامعه اسلامی را بررسی میکنیم. اما این هفته علاوه بر همه مناسبت ها روز ششم ماه ربیع الاول است، روزهایی است که تاریخ هجرت پیامبر اسلام در این ایام شروع شده. بحث خطبه اول را هم از منظر قرآن و از منظر تاریخ بحث هجرت را دنبال میکنیم و در خطبه دوم باز هم از هجرت و مناسبت هایی که در اسلام و مسائل مهمی که در شرایط فعلی باید با اونا بپردازیم خواهیم پرداخت. قبل از اون که من بحث هجرت پیامبر اسلام را مطرح کنم، یکی دو تا نکته از قرآن درباره هجرت یاد میکنم و مطرح میکنم تا بحثمان مثل همه جمعه ها با محور و با جلوداری قرآن آغاز شود. یکی از موضوعات در اسلام موضوع و بحث هجرت است. خداوند در سوره مبارکه نساء آیه 95 بحث هجرت را این گونه مطرح کرده: ان الذين توفاهم الملائكه ظالم انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فَأُولَئِكَ مَعْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَسِيرٌ. طبیعیه، همه ای ما انسان ها روز عمرمان به پایان میرسد، اجل سراغمان میآید. اون لحظه است که فرشته مأمور قبض روح به سراغ ما میآید. عده‌ای در اون لحظه زندگیشان مملو از مشکلات و پروندهشان مملو از گناه و ظلم و طغیان و تجاوز به دیگران و به خودشان هست. توفاهم الملائکه، ملائکه ها می آیند اینها را کامل دریافت می کنند. ظالم انفسهم، کسانی هستند که به جان خودشان و به حیات خودشان ظلم کردن. ملائکه های قبض روح از اینا سوال میکنن شما در چه وضعی بودین و در کجا بودین؟ چرا این گونه پرونده سیاه و زندگی آلوده ای دارین؟ یکی از پاسخهاشان این است که ما اگر گناه کردیم، ما در یک محیط که اونجا گناه، ظلم، طغیان، جفا حکومت میکرد، ما در یک چنین محیط زندگی کردیم و در واقع گناه خودشان را به دلیل محیطی که آلوده بوده توجیه میکنن. قالوا كنا مستضعفين في الارض، میگن ما در یک نقطه بودیم که جو حاکم ما را به این مسیر کشان به گناه وادار کرد. خداوند به فرشتگان می‌فرماید به اینا بگین آیا زمین من بزرگ نبود؟ الم تکن ارض الله واسعه؟ آیا زمین خدا پهنایی و بزرگی و گسترش نداشت؟ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، تا در سرزمین بزرگ خداوند مهاجرت می کردین. هجرت هدفی دارد در اسلام، با برنامه های خاص مسئله هجرت دنبال می شود. در آیه 56 سوره مبارکه عنکبوت
یا عبادی الذین آمنو، بندگان مؤمن من، ان ارضی واسعه، زمین من بزرگ است، فایای فعبدون، فقط مرا عبادت کنین. اگر در سرزمین زمینه عبادت و بندگی خدا وجود ندارد، انسان مأمور است برای نجات خودش و نجات نسل‌هایش و نجات آیندگانش مسیر را و مرکز را و سرزمین را انتخاب کند و مهاجرت کند که اونجا عبادت و بندگی و تقرب به خدا در شرایط بهتر از انسان پذیرایی کند و انسان بتواند به این کمالات برسد. پس مسئله هجرت در اسلام یکی از راه‌های سعادت است، یکی از راه‌های سالم ماندن و سالم زندگی کردن است. پیغمبر فرمود ایها الناس هاجروا، مردم مهاجرت کنید، و تمسکوا بالاسلام، و به اسلام چنگ بزنید. بسیار مسئله مهم است. هدف از هجرت تمسک به اسلام است، زیرا تا زمانی که جهاد باشد هجرت قطع نمی شود. فرمود فإن الهجرة لا تنقطع ما دام الجهاد. پس مسئله هجرت یکی از راه‌های تمسک به اسلام است. منتها هجرت دو گونه است. گاهی هجرتی از یک نقطه‌ای به نقطه‌ای است، از شهری به شهری، از مکانی به مکانی. گاهی هجرت از فکری، از ایدهی، از مفکورهی به مفکورهی دیگر. اونی که مهم است هجرت از یک مفکوره ضعیف، از یک اندیشه ضعیف برای رسیدن به یک اندیشه بهتر و کلام و نجات دهنده است. و الا اگر هجرت از مکانی به مکانی باشد و انسان مفکوره و باور و عقیده و آرمان را که باید بهتر شود از دست بدهد، این هجرت نیست. این در واقع یک نوع در جا موندن و به تعبیر دیگر حرکت به پشت سر و قهقرا است. علی کل حال ما وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم، قرآن اگرچه کتاب تاریخی نیست اما همه موضوعات را داره، از جمله مسئله هجرت را، هجرت ها را بر اساس تاریخی که در قرآن نسبت به انبیای الهی دارد به دو شکل بررسی کردن: مهاجرت های مثبت، هجرت های مثبت، و مهاجرت ها و هجرت های منفی. گاهی انسان مهاجرت میکنه به دنبال یک هدف است، به دنبال یک مقصد است، به عنوان یک پیشرفت، به خاطر رسیدن به یک مرحله بالاتر و کاملتر مهاجرت میکنه و هدفش برگشتن است، ساختن و آباد کردن است. هجرت انبیای الهی در تاریخ انبیا به همین هدف بوده. ببینین خداوند وقتی سرنوشت انبیا را در قرآن بازگو میکنه و مطرح میکنه، اون مهاجرت را به ما معرفی میکنه که برای پیشرفت بوده. مثلا حضرت خلیل را در قرآن چند جا به عنوان مهاجر معرفی کرده و قال اینی مهاجرون الى ربی. حضرت ابراهیم می فرماید من به سوی پروردگارم هجرت می کنم. اینه هو العزیز الحکیم، او هم شکست ناپذیر است، هم حکیم و داناست.
و وهبنا له اسحاق و یعقوب. ما به این پیامبر بزرگ فرزندانی مثل اسحاق و یعقوب دادیم. و جعلنا فی ذریته النبوة و الکتاب. ما در نسل او پیامبران در نظر گرفتیم و فرزندان او لیاقت دریافت کتاب آسمانی دادیم. و آتیناه اجره فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. ما در دنیا اجر او را دادیم و در آخرت از صالحان است. حضرت خلیل از اون منطقه‌ای که نمیتوانست به اهداف عالی برسد هجرت کرد، مکه را ساخت، معبد و زیارتگاهی که همه انسانها را به هدایت رهنمایی میکند اونجا را حمایت کرد و توسعه داد. پس هجرت در اسلام به یک هدف عالی است. اگر موسای کلیم مهاجرت کرد، رفت، اون همه ترقی کرد و برگشت و اون سدی که همه را در تاریکی و ترتنا قرار داده بود اونها را از بین برد و یک روشنی و بیداری و هوشیاری را برای جامعه خودش ارمغان آورد. فخرج منها خائفاً یترقب. وقتی از شهر خودش بیرون شد با ترس و با نگرانی، مسئولیت سنگین و بزرگی را حضرت کلیم به عهده دارد. قال رب نجنی من القوم الظالمین. این مهاجرت به خاطر آن است که مردم و جامعهش را از ظلم و بیدادگری نجات بدهد. پیامبر اسلام اگر مهاجر شد از مکه به مدینه منوره به خاطر که حکومت اسلامی تشکیل بدهد و برگردد و مکه را از اسارت و شرک آزاد کند. یا موسی ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. مسئولیت بزرگ است. یکی از راه‌های بیرون رفتن مسئله هجرت است. انشاءالله در خطبه دوم بحث هجرت را به مناسبت هجرت پیامبر خیلی کوتاه عرض میکنم، اما اینجا بحث را جمع کنم که بیشتر در خطبه دوم به مباحث بپردازم. پیامبر 13 سال در مکه بود. شرایط که باید آماده میشد نشد، همکاره ها کم بود، زمینه نشر و پخش و ارتباط با مراکز بزرگتر و ایجاد زمینه های بیشتر نبود، لذا خداوند زمینه هجرت پیامبر را فراهم کرد. اگرچه دشمنان همه نیروشان جمع کردن برای که پیامبر را در مکه بتوانن محدود کنن و یا با مکر و حیله و خلاصه اندیشه های باطلی که داشتن پیامبر را نگذارن از مکه بیشتر برنامه و در واقع مدیریت داشته باشه. و از یمکر بکلذین کفرو، کفار مکر کردن لیثبتوک، تا تو را زندانی کنن، او یقتلوک، یا تو را بکشن، او یخرجوک، یا تو را از شهر بیرون کنن. و یمکرون الله، اینا با خدا حیله کردن. و یمکر الله، اما تدبیر الهی بالاتر است. والله خیر الماکرین، سوره مبارکه انفال آیه 30. خدا بهترین تدبیر داره. هجرت پیامبر زمینه فتح مکه را فراهم کرد. هجرت مثبت اون هجرتی است که انسان بیرون برود اما به هدف برگشتن، به هدف آبادی بیشتر، به هدف رشد بیشتر. هجرت منفی اون هجرتی است که انسان برای نجات
جسمش برای نجات سالهای زندگی دنیاییش و رفاه و آسایش موقتش از شهری و از منطقه هجرت می کند. این هجرت اون هجرت نیست که کمال را به دنبال دارد. اگر در کشوری ما مهاجرت می کنیم از نظر علم و تمدن و تکنولوژی پیشرفته تر است، بریم علم و تکنولوژی و پیشرفت ها را یاد بگیریم، برگردیم و در زادگاه و در کشور و در محیط ما از اون پیشرفت ها استفاده کنیم. هجرت جهانگردان و کسانی که به دستور قرآن سیر و فلعرز در سراسر زمین هجرت میکنن و سفر میکنن به همین هدف است. اگر دستاوردهای جهانگردان امروز در اختیار جامعه انسانی است، چون هدف از هجرتشان همین بوده، سیر و فلعرز فنظر کیف کان عاقبت المکذبین. این هجرت را خیلی کوتاه ترجمه کنم و بیان کنم. هجرت منفی، هجرتی که به ضرر انسان هاست، خسران و زیان را به دنبال دارد، بازگشتی ندارد، در اثر جنگ های ممتد، در اثر ناامنی ها، در اثر ستم حاکمان و سلاطین فضا بر جامعه تنگ می شود، زندگی بر مردم تلخ می شود، لذا مردم مجبور به مهاجرت می شود، مجبور به جلای وطن می شود، مجبور به ترک زندگی در محیط کشور و زادگاه و مادر که وطن مادر است می شود. خروج مغزها، مهاجرت بی برنامه جوانان، اینها از هجرت های منفی است و ما به عنوان یک جامعه باید جلب این پدیده شوم و آسیب آور و زیان آور را بگیریم. متاسفانه سالهای زیاد است کشور ما افغانستان در این شرایط قرار گرفته و مع الاسف برنامه جدی برای مبارزه و در واقع من از این قضیه صورت نگرفته و لازم است انسان و جامعه اسلامی، جامعه افغانستان راجع به این قضیه فکری و اندیشه‌ای بکند و ما امروز شاهد این پدیده و این جریان منفی در جامعه من هستیم. انشاءالله فرصت دیگری که هجرت معنوی و هجرت باطنی را مطرح کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی محمد رسول الله و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقة الطاهرة و علی الحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را
و رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه همون گونه که هممان باور داریم ذکر خداوند معرفی شده، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، و مأموریم و دستور این است که با تلاش، با سعی، با جدیت خودمون را به این ذکر مطلق که در روایات حج فقرا معرفی شده برسانیم. مسئولیت های بسیاری دارد، وظایف سنگین و مکلفیت های عمومی و کلان و همه جانبه دارد در قبال اون ثواب و اون پاداش عظیم. به همین دلیل تلاش بر این است اون چه که باعث بیداری و هوشیاری و پیشرفت جامعه اسلامی است، در این فضای زیبا و عزت آفرین جامعه اسلامی مطرح شود و به سمع و به در واقع محضر همه شرکت کنندگان و در اختیار همگان قرار بگیرد. یکی از مسائل مهم مسئله صلح است. ما در تاریخ تقویم جهانی روزی را داریم به عنوان روز جهانی صلح، 21 سپتامبر، که برابر است با 31 سنبله. این روز به عنوان روز جهانی صلح نامگذاری شد. صلح یعنی دوستی، یعنی آرامش در زندگی. به تعبیر دیگر زندگی پر از خوشبختی برای همه انسان ها، این معنای صلح است. از نظر قرآن مسئله صلح و مسالمت و زندگی در امنیت و آرامی یکی از بهترین راه‌های رسیدن به سعادت است. و این جنه للسلم فنجه لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. خداوند به پیغمبر می‌فرماید اگر دشمن به صلح تمایل نشان دادن و این جنه للسلم فنجه لها، شما هم به صلح علاقمندی نشان بدهید و به خدا توکل کن که او شنوای داناست. علی علیه السلام فرمود من صلح را کارسازتر از جنگ یافتم. اینی وجدت مسالمه انجه من القتال. فرمود من صلح را کارگشاتر و مفیدتر از جنگ یافتم. به مالک اشتر دستور داد ولا تدفعن صلحا دعاك الی عدوک. فرمود که اگر دشمنت تو را به صلح فراخوان هرگز آن را رد مکن. مسئله صلح بسیار مسئله مهم است. جامعه ای که می تواند با صلح و آرامی زندگی کند، اگر این زمینه را از دست بدهد، یقین داشته باشد ضرر کرده و آسیب دیده. در صلح منافع افراد مطرح نیست، منافع همگان مطرح است. منافع قوم مطرح نیست، منافع ملت و جامعه مطرح است. در صلح مصالح و منافع انسانیت مطرح است. صلح زمین ساز امنیت است. در سایه صلح است که آسایش، امنیت، پیشرفت، اقتصاد سالم، پیشرفت علمی، پیشرفت پزشکی، پیشرفت اقتصادی و همه پیشرفت ها در سایه صلح نصیب جامعه می شود. اسلام
در بین ادیان آسمانی از همه ادیان بیشتر به صلح و آرامش توجه دارد. روابط اجتماعی بر پایه صلح و بر پایه مسالمت مطرح است. فرصت کم دارم. تاریخ سیاسی افغانستان گواه این است که این کشور در دوره‌های مختلف مع الاسف از صلح کامل بهره‌مند نبوده. ما وقتی تاریخ کشورها را می‌خوانیم، تاریخ افغانستان را می‌خوانیم، جنگ و ناامنی بخش‌های زیاد از عمر و تاریخ کشور ما را به خودش قرار داده. خونریزی، ناامنی، جنگ، همه و همه عمر جامعه و مخصوصا در این دهه‌ها کشور ما را خلاصه به خودش به تحت شعای خودش قرار داده. ببینیم علت این ناامنی‌ها و این بی‌ثباتی‌ها و این بهره نگرفتن از صلح و امنیت چیست. وقتی می‌بینیم نتیجه زیادی خواهی هاست، نتیجه در واقع برتری خواهی هاست. این سرزمین اگر گرفتار جنگ بوده عوامل خارجی داشته، شک نیست، یقینا خارجی ها و دشمنان امنیت ما، دشمنان اقتصاد ما، دشمنان آگاهی و پیشرفت ما دنبال منافع خودشان هستند. اما بخش دیگر از این بی‌ثباتی را ما در زیادی خواهی ها می‌بینیم. امیدوارم که شرایط امنیتی خوبی که در کشور ما پیش آمده این زمینه را برای یک صلح بزرگ که امنیت همه جانبه را فراهم بکند، اقتصاد ما درمان شود، جراحت هایی که در پیکر این مادر داغدار باعث ناله و گریه و شیون و فریاد فرزندان این مادر مهربان است، اینها را درمان کند، باید با تدبیر و با آینده نگری به مسائل دنبال شود. شرایط آینده افغانستان فرصت خوبی برای امروز وجود دارد که آینده افغانستان مدیریت شود. ما مسائل زبان، مسائل قوم، مسائل منطقه را باید کنار بگذاریم. راه جز صلح همه جانبه و مسالمت همگانی نداریم و برای رسیدن به یک امنیت بزرگ و یک ترقی همه جانبه و یک امنیت همه جانبه و در واقع عزت همه جانبه تنها گذشتن از خودخواهی هاست، از محوریت های محدود است. و امیدوار هستیم که هم ملت ما و هم مسئولین ما این مسئله را جدی بگیرند. این فرصت ها کم فراهم می شود و زود از دست می رود. مسئله دومی را که لازم می دانم مطرح کنم، چون نماز جمعه یک نماز است که در کنار مسائل اعتقادی مسائل اجتماعی رو باید خیلی جدی بگیریم. شاید برای عزیزانم و شما نمازگزاران مطرح کردن این بحث یک مقداری غیر عادی باشد، اما لازم می‌دانم مطرح کنم برای اینکه این بحث را شما عزیزان بیشتر توجه کنین. صلوات مرحمت بفرمایید. یکی از مسائلی که در قرآن مطرح است مسئله ذبح است. خب اسلام اجازه نمیده از حیواناتی که حرام گوشتن استفاده کنم. خوردن گوشت خوک در اسلام حرام است. ما انواع ماهی داریم اما مجاز نیستیم از هر ماهی استفاده کنیم. ماهی هایی که در اسلام حلال است معیار داره. تازه حیوانات حلال گوشت
در اسلام زمان خوردنشان ماهی ها فرق میکنه، وقت صید میشه در بیرون آب اونها از یعنی حیاتشان وقتی از دست دادن با شرایطی که داره اجازه خوردن داریم. مسئله حیوانات حلال گوش در اسلام استفاده از گوشت اونها مشروط است به ذبح و به کشتن. خدا در سوره مبارکه انعام آیه 121 می‌فرماید ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، از آنچه نام خدا بر او برده نشده مخورید. ما مجاز نیستیم حیوانی که کشته نشده زنده است بدنش قطع کنیم بخوریم. اگر هم کشته می شود باید با شرایط کشته شود. شرایطش به شکل کلی در قرآن آمده، اما در روایات و در فقه اسلامی این ذبح و این کشتن شرایطی دارد. من از فتاوای مراجع عظام تقلید مخصوصا از فتواها و از کتاب و رساله و در واقع متن را که حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله به عنوان یک شخصیتی که پاپ به زیارت ایشان می آید و افتخار می کند که من این زیارت نصیبم شد، این مسئله را مطرح می کنم. این بزرگوار که فتوای ایشان و همه مراجع برگرفته از آیات است و از روایات پیامبر می فرماید یشترت فی تزکیت الذبیحه امور، اگر قرار است گوشت حیوانی را بخوریم و او را بکشیم باید چند چیز را رعایت کنیم. یک، ان یکون الذابح مسلما، او کسی که حیوان میکشه باید مسلمان باشه. دو، وسیله کشتن باید آهن باشه محل امکان. حالا اگر جایی دسترسی به آهن نبود سنگ تیزی شیشه تیزی بود، جایی که دسترسی به آهن نباشه و الا باید آهن استفاده شود. سه، الاستقبال به ذبیحه حال از ذبح، اون حیوان را در حالی که میکشه به سمت قبله باید باشه. چهار، التسمیه، باید نام خدا برده شود. حالا نام خدا ان یذکر الذابح اسم الله وحده، فقط نام خدا را ببره، بگه الله اکبر، بگه بسم الله الرحمن الرحیم، اونم به نیت ذبح، همون لحظه ای که اقدام و بریدن رگهای چارگانه می کند مقترنن به تعظیم مثل الله اکبر و بسم الله. بعد می فرماید پنجمین شرطش این است که خون متعارف از اون حیوان بیرون بیاید و شرط دیگرش این است که اون حیوان حرکت بکنه، پاهاش تکون بده، بدنش تکون بده، ولو حرکت کم باشه. اینها شرایط اصل ذبح است. اگر گوشتی در کشوری کشته می شود که اونجا مسلمان است، خوردنش برای ما جایزه. اما اگر کشور غیر اسلامی باشه خوردنش جایز نیست. چرا این موضوع را در نماز جمعه مطرح می کنم؟ مع الاسف بعضی دشمنان اسلام در جامعه اسلامی مطالب را مطرح می کنن که اینها در شأن مسلمان نیست. فقه پویای اهل بیت امام صادق علیه السلام که برگرفته از قرآن است، من آیه را عرض کردم، فقهای ما با این متانت این بحث را مطرح میکنن، گاهن مطالب شنیده میشود که اینها هیچ ارتباط به قرآن ندارد، ارتباط به دستورات دین و اسلام ندارد. ما امیدوار هستیم با بیداری و
و هوشیاری جامعه اسلامی این مباحث که جز نفاق و ایجاد دشمنی نیست، انشالله با مدیریت و دلسوزی و با جهاد فرهنگی این مسائل از جامعه ما ریشه‌کن شود. مسئله بعدی، چون بحث هجرت رو مطرح کردم، خیلی کوتاه عرض میکنم. الحمدلله تاریخ اسلام با هجرت پیامبر رقم خورد. میدانیم هر جامعه نیاز به تاریخ دارد. روز اول ماه ربیع الاول که امروز ششم ماه ربیع است، چهاردهم بعثت، روز پنجشنبه اول ماه ربیع الاول که اون زمان پنجشنبه بود، به عنوان تاریخ اسلام انتخاب شد. همون لحظه ای که پیغمبر از مکه به سمت مدینه حرکت کرد. حالا به چه دلیل این تاریخ به عنوان تاریخ اسلام انتخاب شد؟ بعضی ها نوشتن خود پیامبر بعد از اونه که به مدینه آمد دستور داد تاریخ اسلام را با هجرت آغاز کنند. بعضی ها نوشتن در زمان خلافت خلیفه دوم حضرت عمر رضی الله عنه، وقتی بحث مطرح شد که تاریخ اسلام کدام روز باشه، بعضی ها بعثت گفتن، بعضی ها ولادت گفتن. امیر المومنین علیه افضل و صلوات المسلیم، بعضی ها رحلت پیغمبر مطرح کردن. حضرت علی پیشنهاد کرد تاریخ اسلام را با هجرت پیامبر آغاز کنیم و این پیشنهاد پذیرفته شد. میدانیم تاریخ هجرت یکی از افتخارات اسلام است. در اون زمانی که دشمنان اسلام تصمیم گرفتند 40 نفر پیامبر را در مکه به شهادت برسانند، که قرآن آیه خواندم این بحث مطرح کرد، خداوند به پیامبر خبر داد و پیامبر به امیر المومنین علی علیه السلام قضیه را مطرح کرد. امیر المومنین اون شب که معروف شد به لیلت المبید، در بستر پیغمبر خوابید و پیغمبر از اونجا حرکت کرد و به سمت غار ثور که در بین راه خلیفه اول حضرت ابوبکر رضی الله عنه با پیامبر هماهنگ شد و وارد غار شدند و دشمنان تا اونجا هم آمدند، اما به لطف الهی متوجه نشدند. بعضیا نقل کردن اونجا کبوترهایی خلاصه لانه کرده بودند یا عنکبوت تار تنیده بود و دشمن بالاخره متوجه بودن پیامبر و حضرت ابوبکر در اونجا نشدند و تاریخ هجرت پیامبر از اونجا آغاز شد. در آستانه میلاد رسول الله هستیم و در ایام هجرت پیامبر، این ایام را گرامی می‌داریم. دو تا نکته دیگر را عرض کنم و انشالله استفاده کردیم از عالم بزرگوار جناب آقای مصباح در روز یکشنبه 8 این ماه که شهادت حضرت عسکری علیه السلام است. من اگر فرصت نشود خیلی کوتاه عرض میکنم. مسئله سوم، این روزها میدانیم 78 مجمع عمومی سازمان ملل در حال برگزاری است. یعنی از آغاز تشکیل سازمان ملل جلسات برگزار شده و جلسات این ایام 78 مجمع عمومی سازمان ملل در حال برگزاری است و ما متاسف هستیم که در این مجمع بزرگ از دولت ما و از کشور ما نماینده حضور نداره و نبودن یک نماینده و سخنگو در چنین مجمعی به هر دلیلی یک خسارت است و یک در واقع پانت ضعف که هست ایره نشان میده.
ما هم از جامعه جهانی این گلایه را داریم و هم از مسئولین و مدیران کشور به جد این مطالبه و این تر را خلاصه خواهیم داشت و داریم که زمینه حضور نماینده افغانستان باید در این گونه مجامع فراهم شود. اگر مطالب و مطالبات منطقی هست باید با اونها توجه شود. کشور باید از انزوا و تحریم بیرون برود و زمینه جذب و جلب همه امکانات برای کشور ما باید فراهم شود. جای بسیار نگرانی است که نزدیک 85% مردم زیر خط فقرند. ضمن همه مرزها و دفاعها و در واقع برنامه ها باید گفتگو و ارتباطات به شکل قطعی تأمین شود. اگرچه بعضی از شخصیت ها در این مجمع از مسائل افغانستان یاد کردن، ما با اونها فعلا فرصت نداریم بپردازیم. این مسئله انشالله جدی باشد. مسئله دیگری را که لازم میدانم مطرح کنم، خب به حمد الله و المنه در شرایط فعلی توجه به علما زیاده است. کشور توسط اکثرا علمای که در این سرزمین حضور دارند اداره می شود. مسئولیت ها بیشتر در اختیار علما است. دانشمندان حوزه دینی بیشتر در سراسر کشور مسئولیت دارند. قطعا احترام به علما از راه‌های رشد و پیشرفت جامعه است، منتها بر اساس تخصص و بر اساس لیاقت. یکی از برنامه ها این است که در همه ولایات شوراهای علما معرفی شود و نهادهایی که در جامعه مسئولیت دارند کار میکنند، اینها با نظرات و با پیشنهادات و با در واقع نگاه علما و طرح علما و همکاری علما ادارات و نهادها را اداره کنند. طبعا چیز خوبی است. شوراهای علما نظارت دارند بر ساختار حکومت. اما مسئله ای را که باید مطرح کنیم، شوراهای علمایی که با هدایت زعیم و رهبر امارت اسلامی جناب شیخ هبت الله آخونزاده حفظه الله مطرح شده و معرفی شده و دستور صادر شده، خب در این شوراهای علما بعضی از ولایات برادران اهل تشیع حضور چشمگیر دارند. بعضی ولایت ها اکثرا اهل تشیع هستند، مثل ولایت دایکندی، مثل ولایت بامیان و همینطور ولایت میدان وردک، غور. اینها ولایاتی هستند که اکثر اینها اهل تشیع هستند و در شوراهایی که معرفی شده، شاید یک جا را نمیتوانم چون باید به دقت بحث مطرح کنم، اکثر ولایات در شورای علمایی که معرفی شده از علمای اهل تشیع حضور نداره و این خلاف انتظار است. جامعه ای که حدود 5-6 میلیون باورمند در این کشور زندگی میکنه و ما از روزهای آغاز حکومت امارت اسلامی مسئله را مطرح کردیم که ما در حمایت از امارت و از امنیت باور داریم و تلاش میکنیم و حضور ما در کشور به همین دلیل است. انتظار این است و عدالت این را ایجاب میکنه که انشالله از علما و از نخبگان اهل تشیع هم در این برنامه ها قطعا استفاده شود و مکرر عرض کردیم که عدالت زیبایی حاکمان است و یقینا توسعه و کلان‌نگری زمینه پیشرفت
و زمینه اقتدار و عزت جامعه ما را فراهم میکند. آخرین نکته‌ای که عرض میکنم، روز یکشنبه که پیش رو داریم، روز شهادت 11 امام است، امام عسکری، امامی که از خردسالی از مدینه مهاجر شد و در شرایط سخت سپری کرد. وقتی میگن عسکری یعنی در شرایط نظامی و در شرایطی که یک انسان تحت کنترل باشه زندگی کرد و بزرگترین کارم انجام داد. قبل از امام عسکری همه ائمه با مردم رابطه داشتن و خود دوران خود حضرت هم رابطه ها بود، اما محدود شده بود. اما بعد از امام عسکری باید مؤمنین رابطه شان با امام که غائب است برقرار کنند. به این کار کار سختی بود. امام عسکری این کار سخت را مدیریت کرد. در سالهایی که در سامرا بود، با اون همه فشاری که بر حضرت بود، جامعه را آماده کرد برای رابطه برقرار کردن با اون انسانی که هنوز حضورش باعث حیات جامعه است. لذا در لحظات شهادتشان همون گونه که شنیدیم دستور داد و خادمش برو اون طفلی که دیگرا با او رابطه نداره او را برای من خبر بده بیایه. خادم حضرت میگه رفتم، لحظات آخر عمرش بود، دیدم آقازاده مشغول نماز است. منتظر ماندم نمازش تمام شد، گفتم شما را پدر بزرگوارتان فرموده بیاییم او را کمک کنیم. این روزها روزهای یتیم شدن امام زمان است. هم به جد غریبش سید الشهدا صبح و شب گریه داره، اما این ایام تجدید این داغ است. لحظات سخت و ایام سختی است. این ایام را بر اون وجود نازنین تسلیت عرض میکنم. خدایا فرجش معجل بگردان، ما را از منتظرانش معصوم بفرما. خدایا امنیت همه کشورهای اسلامی جامعه ما را کامل تامین بگردان. عزیزانی که با حضورشان نماز جمعه را یاری میکنند، خدایا و عزت دنیا و آخرتشون بیفزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.